سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس شبکه راشاتوده روسیه با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی بر گسترش همکاری رسانه‌ای این شبکه با رسانه‌های ایران به ویژه صدا و سیما تأکید کرد. آقای مهمان‌پرست همچنین با معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با شبکه راشاتوده روسیه گفت ایران و روسیه ظرفیت بالایی برای توسعه مناسبات دارند. رامین مهمان‌پرست همچنین به پرسش‌های مجری این شبکه پاسخ داد. و زمینه‌های همکاری در موضوعات مختلف وجود داره. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان علاوه بر بازدید از بخش‌های عربی و انگلیسی شبکه راشاتوده با رئیس این شبکه نیز دیدار کرد. مهمان‌پرست و سیمونیان در این دیدار علاوه بر تاکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی بر گسترش همکاری رسانه‌ای میان شبکه راشاتوده با رسانه‌های ایران به ویژه صدا و سیما تاکید کردند. شبکه‌های بین‌المللی ایران هم‌اکنون در جهان شناخته شده است و مطلع شدم که پخش شبکه پرس تیوی به زودی به زبان روسی هم آغاز خواهد شد و ما از همکاری با ایران استقبال می‌کنیم. یکی از مسائلی که ما در دیداری که داشتیم از شبکه راشاتوده همین همکاری‌هایی که می‌تونیم در آینده با هم داشته باشیم. خوشبختانه بین این شبکه و شبکه پرس تیوی الان همکاری‌هایی وجود داره، ولی اینجا پیشنهاد کردیم که این همکاری‌ها یه شکل منسجم‌تری به خودش بگیره. پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این که اتحادیه‌ای رو ایجاد بکنیم بین شبکه‌های مستقل کشورهای مختلف در مناطق مختلف دنیا که هدف اصلی همه اونها اینه که واقعیت‌ها رو به صورت دقیق از مناطق مختلف منعکس بکنن. با استقبال زیاد شبکه راشاتوده روبرو شد، دعوت کردیم سفری به ایران داشته باشن، با مقامات صدا و سیمای کشورمون نشستی رو برگزار بکنن و راجع به جزئیات این طرح با همدیگه مشورت بکنن. آقای مهمان‌پرست همچنین در ادامه سفر به روسیه با سرگی بوگدانوف معاون خاورمیانه‌ای وزارت امور خارجه این کشور دیدار کرد. نشست با نخبگان رسانه‌ای روسیه از دیگر برنامه‌های سخنگوی وزارت امور خارجه در دومین روز کاری در مسکو است. دیلمی، شبکه خبر، مسکو.